قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ترجمه ی آیه قبل از اینکه حالا به تفسیر اون پرداخته بشه اینه که پروردگار همه انسان‌ها رو در این آیه مورد خطاب قرار می‌دهن و می‌فرمایند یا ایها الناس، ای انسان‌ها، ای مردمان، ما شما رو از یک مرد و یک زن آفریده ایم و به صورت ملت‌ها و قبایل گوناگون در آورده ایم تا همدیگر رو بشناسید و به راستی که بهترین شما، گرامی‌ترین شما نزد خدا آن کسی است که تقوای او بیشتر باشد و خداوند دانا و خبیر است. ان شاءالله توضیح داده میشه این آیه و آیات بعدی. اگر به آیات قبل بر بگردیم، بلخص دعای سابق و بحثایی که روش اون دعای شد، یک سری آدابی بود که مؤمن باید سیر آیت بکند. بحث نهی از تمسخر و عیب‌جویی و القاب بد به هم دادن و نهی از بدگمانی ها و تجسس و غیبت کردن بود. چون سرمنشأ اون رفتارهای بد غالبا خودبینی و کبر و فخر فروشی میتونه باشه و اون نسبتهای ناروا به دیگران از تمسخر گرفته تا غیبت ممکنه به خاطر توهین و تحقیر به انسان‌ها باشد، پروردگار در این آیه انسان‌ها رو متوجه یه قضیه بسیار مهمی می‌کنند که شما همه انسان‌ها به هر چیزی که ببالید و افتخار بکنید، به رنگتون، به نژادتون، به نسبتون، به هر چی بخوای افتخار بکنید، بدانید که همه انسان‌ها اصل و نسب اونها برمیگردد به دو نفر، به آدم و حوا، و آدم از خاک آفریده شده. پس اصل همه انسان‌ها از خاک است. این امتیازات گوناگونی که هست مایه فخر فروشی نیست که انسان فخر بکند و به دیگران توهین و تحقیر بکنه، بلکه افتخار انسان به تقوای انسان هست. حالا از هر جنسی هم باشید، از هر قبیله ای، از هر طایفه ای. اما آغاز این آیه اگر دقت کرده باشید، ما تا به حال چندین آیه از آیات سابق خوندیم و دیدیم که پروردگار با
یا ایها الذین آمنو شروع فرموده بودند، آغاز برخی از آیات با یا ایها الذین آمنو. اما این آیه در این سوره میبینیم که با ندای یا ایها الناس. چه تفاوتی هست بین یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس؟ و چرا خداوند در اون آیات قبل نداش رو به مؤمنین داده بود، صدا زده بود مؤمنین رو یا ایها الذین آمنو، اینجا همه بشر رو و همه انسان ها، از مرد و زن، از عرب و عجم، از مؤمن و غیر مؤمن، همه در بر میگیره؟ چرا همه رو ندا داد؟ چرا همه رو صدا زد؟ کلمه ناس یا ایها الناس بهش میگن اسم جمع در زبان عرب، نمیگن جمع، بهش میگن اسم جمع. کلماتی که به صورت جمع میان و از خود اون لفظ مفرد نداره بهش میگن اسم جمع، اما کلماتی که جمع میان و مفردش از لفظ خودشه بهش میگن جمع. ما رجال داریم، جمعه، مفردش از لفظ خودشه رجل، ولی ناس جمع از خودش مفرد نداره، یعنی با همون لفظ مفرد نداره، بلکه مفردش بشر، انسانه. خود لفظ انسان با ناس فرق میکنه، لذا بهش میگن اسم جمع، که در ترجمهش مثلا انسانها یا مردمان یا مردم، و بعضی ها یه وقتی اشاره میکردن که کلمه مردم وقتی گفته میشه شاید فقط مخصوص مردا باشه. نه، اشتباه نگیریم، مرد و زن داریم، مردان و زنان داریم، بله اون یه چیز دیگه هست، مردان و زنان، اما وقتی گفته میشه مردمان و مردم تقریبا ترجمه کلمه ناس هست که دیگه مرد و زن همه دربر میگیره، مرد و زن دربر میگیره. پروردگار همه ی انسانها رو اینجا ندا دادن یا ایها الناس. در آیات سابق که خداوند مؤمنین رو ندا دادن، چون مطلب ایمانی بود، پروردگار دستوراتی میداد، مؤمنین رو با یه سری آداب آشنا میکرد و ازشون میخواست که اون آداب رو رعایت بکنن. خب مسخره نکردن و تا آخر که غیبت بود، از این شش صفتی که نهی کردن پروردگار، دیگران نمیتونن رعایت بکنن چون مبنای کارشون ایمان نیست. ایمانه که به انسان این علاقه میدهد، این محبت میدهد که مطیع و فرمان بردار باشد و دستورات خدا رو اجرا بکند به امید پاداش، مزد، اجر، ثواب و ترس از جهنم. اینه که اونجا میفرمود یا ایها الذین آمنو. اما اینجا اگر به آیه نگاه بکنید، یا ایها الناس و انا خلقناکم، بحث خلقت و آفرینش هست. خلقت و آفرینش دیگه فرق نمی کنه، خداوند همون گونه که مؤمنین رو خلقت کرده از یک مرد و زن، اصل مؤمنین به آدم و حوا برمی گرده، به کفارم به همین صورت، کفارم مخلوقن. پس چون اینجا بحث خلقت و آفرینش هست و خلقت و آفرینش انسان ها همه از مؤمنین و غیر مؤمنین یکی، یعنی همون آدم و حواس، میبینید که خداوند میفرماید یا ایها الناس. اینجا دیگه مربوط به مؤمن و غیر مؤمن نیست، که اینه که همه رو ندا میزند یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. ما شما رو از یک ذکر و انثا، اصل ذکر نره در زبان عرب، به نر و نر و ماده میگن ذکر و انثا، انثا یعنی ماده، و منظور اینجا از ذکر و انثا مرد و زنه. من ذکر و انثا، اشاره به اصل ذکر اینجا آدم است و انثا حواس، همسر آدم، به قول خودمون بابا آدم، که نخستین انسانی که آفریده شد آدم بود و خداوند از آدم حوا آفرید
و از آدم و حوا انسان‌های فراوان، مردان و زنان فراوانی رو منتشر کرد در روی زمین، همون گونه که در آغاز سوره نساء پروردگار می‌فرمایند یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. ای مردم، بازم اینجا ندای یا ایها الناس هست، بحث خلقته. ای مردم، خدا رو در نظر بگیرید، تقوای خدا داشته باشید. اون خدایی که شما رو آفرید از یک نفس، از یک انسان که آدم باشد، و از آدم همسری برای اون انتخاب کرد و آفرید، برای اون نفس، اون انسان که آدم باشه، همسری که حوا باشه آفرید، و بث منهما، و از آن دو یعنی آدم و حوا مردان و زنان فراوانی منتشر کرد. همه ماها که نشستیم، اون پدر اولمون آدم است و مادر اولمون حواست. اونایی که رفتن، اونایی که بیان تا زمانی که دنیا هست، همه اصلشون به آدم و حوا برمیگرده. پس ما شما رو از یک مرد و یک زن که آدم و حوا باشه خلقت کرد. علامه شنقیطی رحمه الله در تفسیر اول بیان در ذیل این آیه می‌فرمایند که انسان‌ها اگر نگاه بکنید خلقت و آفرینششون در کل یعنی به چهار دسته تقسیم میشن. یک دسته که خود آدم هست، بدون پدر و مادر، از خاک و اون مراحل گوناگونی که خاک طی کرده تا به آدم تبدیل شده و روح درش دمیده شده در قرآن ذکر شده. آدم علیه السلام یعنی بابا آدم بدون پدر و مادر، نه پدری داشته و نه مادر، خداوند وی رو از خاک آفرید. بعد میگه حوا از آدم که برخی میگن از پدر، چون ما در حدیث صحیح داریم در صحیح بخاری و در صحیح مسلم، لفظ بخاری به این صورته فإنهن خلقن من ضلع، در مورد زنان است که اونها از دنده ها خلقت شده اند. لفظ مسلم به این صورته إن المرأة خلقت من ضلع، براستی که زن از دنده آفریده شده، یعنی از دنده آدم، از پهلوی آدم. و قرآن هم اشاره کرده که و خلق منها، در اول سوره خود نساء که اشاره شد، و از خود اون آدم برای او همسری آفرید. حوا از دنده آدم خلقت شده. چون شما نمیتونید به همه مردم برسید، که مگر یه انسان میتونه به همه ملت ها و مردم برسه کمک بکنه؟ نمیشه، ممکن نیست. ما همچه ظرفیتی نداریم. اونی که به همه مردم میتونه احاطه بکنه، بهشون برسه کمک بکنه، خود خداست. بشر هر قد خداوند هم بهش بده از مال و ثروت و مکنت و قدرت محدوده. پس وقتی ما نمیتونیم به همه مردم برسیم، حداقل باید به زیر مجموعه خودمون برسیم. اگر قرار باشه همه به زیر مجموعه خودشون برسن، مشکلی پیش نمیاد. همه به هم کمک بکنن، در دایره خانواده، در دایره فامیل، در دایره جامعه، قبیله، طایفه، دیگه مشکلی پیش نمیاد. که در هر مجموعه چند نفر هستن که خدا بهشون قدرت داده، توانمندی داده که مشکلات همدیگه رو حل بکنن، تعاون و همکاری داشته باشن. مشکل به اونجا برمیگرده که ما نقش خودمون و اون وظیفه و مسئولیتی که خدا بر دوشمون نهاده درست انجام نمیدیم و در اون مجموعه کسیم احساس مسئولیت نمی کنیم. تا جایی که میبینید، مشاهده میکنید، گهگاهی افرادی که در یک دایره خیلی کوچک و تنگی به نام خانواده هستن، بازم احساس مسئولیت نمی کنن، از زیر بار مسئولیت بیرون میرن. مرد نسبت به زن و زن نسبت به شوهرش ادای مسئولیت نمی کنن، چقدر زندگی به هم میریزه تا برسه به یک دایره وسیع تر. اینه که پیغمبر فرمودن علیه الصلاه و السلام تعلموا من انصابكم ما تصلون به ارحامكم. تعلموا فعل امر، نسبهاتونو بشناسید، بدون که پدر، آبا، اجداد، سلسله نسبت کجاست، به کجا بنده، چرا، تا صله رحم بکنید. دیدید یه وقتی یه نفر میاد، خیلی وقتا با هم دوستی، رفیقی، بعد از مدتی مشخص میشه که این دوستتون فامیلتون هم هست، چقدر محبت به وجود میاد، خویشاوندمونه، ارتباطت قوی تر میشه، مستحکم تر میشه. پس نسبتون رو بشناسید به خاطری که صله رحم بکنید، نه به خاطر تفاخر، فخر فروشی. و الا ما حدیثی داریم که در صحیح
مسلم هست و بخاری هم بهش اشاره کرده به گونه دیگه، پیامبر میفرمایند علیه الصلاه و السلام اربع فی امتی من امر الجاهلیه لا یترکونهن الفخر بالاحساب و الطعن فی الانساب و الاستسقاء بالنجوم و النیاحه علی المیت. چهار چیز در امت من خیلی هم ترکش نمی کنن، یعنی نه اینکه همه، بعضیا ترک می کنن چون ما شاهدیم که چهار چیز در میان امت من که ترکش نمی کنن از امور جاهلیت است، هیچ ارتباطی با دین نداره، ارتباط با اسلام ندارد، ارتباط با دوران قبل از اسلام و جاهلیت است. در حالی که در میان امت من کسانی هستن که رها نمی کنن به خاطر جهل، به خاطر نادونی، به خاطر تعصب. فرمودن الفخر بالاحساب، فخر فروشی به حسب، به شرف. آبا و اجدادمان مقام داشتن، منزلت داشتن، نام و نشان داشتن، فخر می فروشد، به رخ دیگران می کشاند. این جزء امور جاهلی است. و طعن فی الانساب، طعنه زدن به نسب دیگران. شما آبا و اجداد شما فقیر بودن، بدبخت بودن، گمنام بودن، فلان بودن، از خودشون هیچی نداشتن، طعن وارد میکنه. این جزء شعارات و ادعاها و اعمال دوران جاهلیت است. بل استسقاء بالنجوم، که خب اون اینه که انسان بیاد مثلا ستارگان رو مصدر نزول باران بدونه و خدا رو فراموش بکنه، نسبت بده باران و بارندگی به نجوم و ستارگان و اینا، که یک بخش از شرک به حساب میاد. شرک نه تنها حالا باران، هر چیزی که انسان نسبت بده، سرنوشت خودش، ازدواج خودش، بخت خودش به فلان ستاره نسبت بده، شرک. ما بختمون، همه چیزمون دست الله جل شأنه. و نیاحت علی المیت، و نوحه خونی بر مرده، زدن بر سر و صورت و نمیدونم یادی از او کردن که بله او چنین بود، فلان بود، بهمان بود، حالا بنشینن دور هم دیگه و گریه بکنن و بزنن بر سر و صورت. پس اینه که فخر فروشی به نسب و حسب و طعنه بر نسب دیگران وارد کردن از جمله کارهای دوران جاهلیت است. پس اینه که پروردگار میخواد بیان بکنه که ما اگر شما رو به دسته های گوناگون تقسیم کردیم برای شناخت، اما گرامی ترین شما، این اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا اونی که تقواش بیشتر باشه، اونی که اون توصیه ها که در آیات قبل اومد و در سوره های دیگه اومده بتونه بیشتر رعایت بکنه، اون کسی که هرچه بیشتر مطیع و فرمانبردار الله باشد، اوامر رو انجام بدهد و محرمات و نواهی رو ترک بکند، او قدر و منزلت داره. حالا از نظر نسب آبا و اجداد او افتخاراتی داشتن یا نداشتن، هرچه ایمانت قوی تر باشه، به خدا نزدیکتر باشید، تو جایگاه و منزلتت بالا می رود. اما اون مسائل مادی به خاطر تعارف، به خاطر شناخت، به خاطر تعاون و همکاری است، نه به خاطر فخر فروشی. اگر می خوای ببالید، اگر می خوای فخر بفروشید، اگر می خوای واقعا احساس عزت، سربلندی و بالندگی بکنید، برمیگرد به قلبت، به تقوایت، به بینشت، بینش دینیت و نگرش دینیت، که تا چه حد ایمانت قوی است و قلبت مالامال از ترس خدا و محبت الله جل شأنه است. در پایان آیه می‌فرمایند ان الله علیم خبیر، که ان شاء الله یک بحثی در پایان سوره داریم در رابطه با این اسما و صفات خدا که اومده، که چقدر خداوند از این صفات استفاده می‌کنه، بلخص تو این سوره از علیم بودن و خبیر بودن، یعنی به ظاهرتون، به باطنتون، به ریزتون، به درشتتون، به همه چیزتون خدا آگاه است. این تقوا یه چیزی است که انسان دیگه احساس نکنه حالا اگر من تقوا دارم خب من چگونه افتخار میکنم؟ افتخار بکن، چون الله جل شأنه میدونه به تقوات، هیچ احد الناسی هم نفهمه، چیزی تو رو به حساب نیاره. ممکنه همه مردم به خاطر نسبت، به خاطر قبیله و طایفت تو رو به حساب نیارن، اما وقتی تقوا دارید خدا تو رو به حساب میاره، خدا بهت مقام داده و مقام میدهد، چون خدا علیم است و خبیر است، آگاه است، میداند به ظاهرت، به باطنت، به ریزت، به درشتت، به گذشتهت، به حالت، به آیندهت، خدا میدونه. دیگه نگران نباش، احساس عزت بکن. وقتی انسان از روی تقوا احساس عزت بکنه، تقوا بهش اجازه نمیده که به رخ دیگران بکشونه، منت بگذاره، توهین بکنه، تحقیر بکنه، چون تقوا احترام متقابل است. ولی اگر به غیر از تقوا، به هر چیزی افتخار بکنید و فخر بفروشید، در گناه میفتید، به مالت، به حسبت، به جمالت، به پدر و مادر و آبا و اجدادت، به هر چیزی غیر از خدا
ببالید به دیگران توهین میکنید. در کبر، خودبینی، تمسخر، عیب‌جویی، همون مسائلی که خدا نهی کرده درش میافتید. چرا؟ چون به غیر تقوا است. اما تقوا به انسان درست راه رو نشون میده. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. قالت الاعراب، اعراب جمع اعرابي است، مفرد اعراب اعرابی. اعرابی به بیابان نشین، صحرا نشین، اونایی که تو شهر و روستا نبودن، تو صحرا زندگی میکردن، تو بادیه زندگی میکردن، به دور از فرهنگ و آداب شهرنشینی بودن، بهشون میگفتن اعراب. و عربی نسبت به عرب است، عربی نسبت به عرب، اعرابی اون بادیه نشین و صحرا نشین است که جمعش اعرابه. قالت الاعراب، شما در احادیث اگر یه وقتی میخونید که جاء اعرابیون، که مثلا اعرابی اومد خدمت پیغمبر علیه الصلاه و السلام، فورا ذهنتون بره که این بنده خدا از صحرا اومده، از بادیه اومده، جزء قبایلی بوده که بدور از شهر مکه و مدینه و اطراف بوده، تو اطراف بوده، بلکه تو اطراف بوده، تو صحرا زندگی میکرده. قالت الاعراب، و اگر لفظ قالت نگاه بکنید، از حرف مؤنث استفاده کرده تا یه تأنیث، قالت، نفرمود پروردگار قال الاعراب، قالت الاعراب، برای اینکه در زبان عرب جمع اگر جمع صحیح و سالم نباشه، جمع مکسر یا جمع تکسیر باشه، درسته که فعل به صورت مذکر بیاریم یا به صورت مؤنث، هر دو درست. قالت الاعراب و قال الاعراب، البته تو قرآن اینجا چون قالت اومده ما نمیتونیم بدون تا بیاریم. مثلا به عنوان مثال الرجال جمع چیه؟ جمع رجل، رجل مرده، مؤنث نیست، مذکره، ولی چون جمع مکسر هست الرجال، میتونید بگید قالت الرجال و قال الرجال، هر دو درسته. در قرآن میخونید تو سوره یوسف و قال نسبتون فی المدینه، و قال نسبتون، نسبه جمع زنانه، جمع اناسه، جمع مؤنثه، ولی جمع مؤنث مکسر است، نه مؤنث سالم. لذا پروردگار فرمودن و قال نسبتون و نفرمودن و قالت نسبتون، تا رو نیاوردن، در حالی که مؤنثه، چون درسته در زبان عرب و قرآن هم به زبان عربی نازل شده، درست. قالت الاعراب، اعراب چه گفتن؟ اومدن خدمت پیغمبر علیه الصلاه و السلام، گفتن که آمنا، ما ایمان آورده ایم. به پیغمبر گفتن علیه الصلاه و السلام، اعلان کردن که ما ایمان آورده ایم، شهادتین هم دادن، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، شهادتین دادن، اعلان کردن ما ایمان آوردیم. ببینید پروردگار در مقابل میگه قل لم تؤمنوا، به پیغمبر میگه علیه الصلاه و السلام، بهشون بگو شما ایمان نیاورده اید. اینا گفتن ما ایمان داریم، ایمان آورده ایم، پروردگار دستور میده به پیغمبر علیه الصلاه و السلام، بهشون بگو که شما ایمان نیاورده اید. سوال پیش میاد، یه سوال عجیبی پیش میاد که چگونه اینا میگن ما ایمان آورده ایم، شهادتین میدن، پروردگار میگه نه، بهشون بگو ایمان نیاورده اید. شاید جواب در ضمن خود آیه بیابی. ولیکن قولوا اسلمنا، ولیکن بگید که ما مسلمون شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، و هنوز تا این لحظه ای که شما میگید ما ایمان آورده ایم، ایمان به دلهاتون راه نیافته، داخل نشده به دلهاتون، اما بگید مسلمون شدی. مگر فرق است بین اسلام و بین ایمان؟ مگر فرق بین این هست که یه نفر مؤمن باشه و یه نفر مسلمون باشه؟ قبلا اشاره هایی شده، یه اشاره خیلی مختصری هم داشته باشیم. نگاه کنید، اساسا ایمان و اسلام با هم تفاوت هایی دارن. ایمان در حتی در زبان عرب به باور و تصدیق گفته میشه، به باور قلبی، به اون اعتقاد درونی، و اسلام یعنی تسلیم شدن. ممکنه تسلیم ظاهری باشه و ممکن هم تسلیم باطنی باشه. بینمون در ظاهرمون بدونید که الله جل شأنه غفور است و رحیم است، ناامید نشوید و از مغفرت او و از رحمت و آمرزش او بطلبید. در مورد غیبت و توبه از غیبت گفتن که خب ممکنه و قطعی هم همینطور هست، خیلی از ماها، ممکنه همه ماها در گذشتمون غیبت کردیم، غیبت کسانی که اصلا نمیدونیم، نمیشناسیم اصلا، فا
فراموش کردیم که غیبت کی کردیم و چه غیبتی ازش کردیم، چطوری توبه بکنیم. نگاه کنید، این توبه گفتیم دیروز توضیح داده شد، این گونه موارد اینه که ما توبه بکنیم و بگیم خدایا در مورد غیبت، به عنوان مثال در مورد غیبت، غیبت اون کسانی که کردیم و فراموش کردیم، اسمشون و نامشون و نحوه غیبت و همه اون چیزی که خدایا خودت میدونید ما نمیدونیم، تو پروندهمون نوشته شده، آدم باید با خداش حرف بزنه، گپ بزنه. خدایا تو پرونده ما نه در مورد غیبت خیلی گناه ها کردیم که فراموش کردیم، روز قیامت وقتی پرونده باز بشه آدم تعجب میکند، وای بر من که ریز و درش همه نوشته شده. در همه مورد گناه ها بگیم خدایا اون گناه هایی که میدونیم اینه اینه اینه، 10 تا 100 تا 1000 تا میدونم، اینا ما رو ببخش. ممکنه چندین برابر همین گناه ها من نمیدونم، تو پرونده من ثبت غیبت، دروغ، نمامی، خیانت، هر چی بگیم خدایا اونا هم ببخش. التماس بکن، بگو خدایا تمام کسایی که من غیبتشون کردم و نمیشناسمشون، خدایا اونا رو بیاموز، مورد رحمت خودت قرار بده. تو انشالله خداوند با این حسرت و با این توبه، خداوندم غفور و رحیم است، چقدر تو این آیه است مغفرت و رحمت و توبه پذیری خدا سخن به میان اومد که انسانها تشویق بشن، امیدوار بشیم به رحمت خدا. در مورد هر گناهی کردیم مهم اینه که انسان بر بگرده و توبه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.